سلام، به صنف نقاشی مادر خوش آمدید. موضوع امروز درباره آنچه ما دوست داریم است. بهار گذشته ما مسابقه برای شاگردان مکتب رویای بزرگ با این موضوع برگزار کردیم و 12 دانش آموز را انتخاب کردیم. تا زمان دانش آموزان فقط زمانی که مسابقه برگزار می شد جایزه می گرفتند. اما این بار خیلی خاص بود. شاگردان توانستند نقاشی های خود را در یک گالری در کوریا به نمایش بگذارند. بزرگترین فایده نمایشگاه این است که می توانیم با مخاطب ارتباط برقرار بکنیم. از طریق این نمایشگاه بسیاری از مردمان کوریا با افغانستان آشنا شدند و به آن علاقه پیدا کردند. بعد از دریافت رسامی های شاگردان از طریق پست بین المللی، قاب های مربوط به هر نقاشی را به صورت دستی ساختیم و توضیحات نقاشی را بعد از ترجمه به انگلیسی و کوریایی در کنار آن قرار دادیم. این تصویری از مخاطبان است که احساس خود را پس از دیدن نقاشی های کودکان نوشته کردند یا پیام حمایت و تشویقی است که می خواهند برای اطفال ارسال بکنند. بسیاری از مخاطبان گفتند که برای یک روز معین و زندگی روزمره خود احساس قدردانی کردند، زیرا مختن چه چیزی برای اطفال ارزشمند است و برای اطفالی که با ایمان به عیسی مسیح به عنوان حقیقت شجاعت خود را حتی در شرایط سخت از دست ندادند، حمایت و تشویق و دعا فرستادند. بعد از نمایشگاه یک ویدیوی کوتاه ساختم. این به زبان کوریایی است، اما من آن را آوردم زیرا فکر می کردم با دیدن آن زنده تر احساس می کنید. بیا با هم تماشا بکنیم. چطور بود؟ حال من به شما توضیح خواهم داد که امروز چه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهیم. امروز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. با این حال ممکن است مبهم باشد. اگر من فقط به شما بگویم درباره آن چه دوست دارید ترسیم بکنید، بنابراین من در مورد 4 گزینه خاص صحبت خواهم کرد. از آنجایی که درباره چیزهایی که برای شما ارزش قائل هستید. باید داستان خودتان باشد، نه داستان شخص دیگری. باز به دقت گوش بکنید و به این فکر بکنید که از این 4 موضوع چیزی را میخواهید که بیان بکنید. آیا چیزهایی دارید که دوست دارید و چرا آن را دوست دارید؟ برای مثال ممکن است به این دلیل باشد که یک کالای پرکاربرد و ضروری است، یا به این دلیل باشد که هدیه از طرف کسی بوده. پس از این که در مورد آن فکر کردید، لطفاً شی را با جزئیات آن رسم بکنید. شما فقط می توانید آن چیز را بکشید یا همچنین می توانید تصویری از خودتان هم بکشید که آن را بسیار زیاد ارزش می دهد. آیا کسی هست که شما دوستش دارید؟ و آیا دلیل وجود دارد که آن شخص را خیلی دوست دارید؟ و یا حیوانی هم می تواند باشد؟ بعد از این که در مورد آن فکر کردید، لطفاً یک تصویر از آن شخص و یا از آن حیوان بکشید. صورت او و کل بدن او را نقاشی بکنید. شما هم می توانید با آن شخص یا با آن حیوان باشید. آیا جایی هست که مورد علاقه شما باشد؟ و لطفاً بگویید که چرا آنجا مورد علاقه شما است. برای مثال، می تواند مکانی باشد که خانواده تان اغلب به آنجا می روند و یا صنفی که می توانید در آن مطالعه بکنید و با دوستان و معلمتان ملاقات بکنید و یا مخفیگاهی که فقط شما و دوستانتان می شناسید.
یا سایه درخت روی تپه باشد که نسیم سرد در آن می‌وزد و دلیل آن می‌تواند این باشد که می‌تواند تنها و ساکت و آرام باشد. بودن در آنجا باعث می‌شود که احساس راحتی و آرامش بکنید، یا اینکه می‌تواند با افرادی که دوست دارید ملاقات بکنید و غیره. بعد از اینکه در مورد آنجا فکر کردید، یک رسمی از او بکشید و به هم نشان بدهید. شما همچنین می‌توانید خود و افراد دیگر را هم در آنجا بکشید. زمان مورد علاقه شما در طول روز کدام است؟ در آن زمان چی کار میکنید؟ لطفاً به من بگویید چرا آن زمان را خیلی دوست دارید؟ رسمی از نوع گذراندن آن وقت و حالت چهره شما. میخوایم بفهمم که مکان چی است و چی کار میکنید؟ لطفاً یک رسم از آن بکشید. من این 4 مورد را به شما گفتم. لطفاً از این به بعد یکی از 4 سوال را روی کاغذ انتخاب کنید و پاسخ خودتان را یادداشت کنید. اگر آن را با جزئیات بنویسید بهتر است. بعد از اینکه آن را یادداشت کردید می توانید آزادانه آن را با نقاشی بیان کنید، در حالی که به آن چی یادداشت کردید فکر می کنید. صنف امروز در اینجا به پایان رسید. خدا را شکر می کنم که به من اجازه داد با شما صنف را داشته باشم. لطفاً منتظر صنف های بعدی باشید. از مشارکت شما سپاسگزار هستم.